کرزای از حکومت موقت حمایت کرد. سقوط یک هلیکوپتر ارتش در میدان وردک، 9 نفر کشته شدند. منم خداوند بخشنده و مهربان با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. سقوط یک هلیکوپتر ارتش در میدان وردک، 9 نفر کشته شدند. وزارت دفاع ملی از سقوط یک هلیکوپتر نیروهای هوایی ارتش در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک خبر داده و گفته است که در این رویداد 9 نفر کشته شدند. این وزارت پنجشنبه 28 شهود در اعلامیه گفته است که شب گذشته یک هلیکوپتر M1 از لوای 777 نیروهای هوایی کشور در ولسوالی بهسود سقوط کرده است که در نتیجه آن 4 خدمه هلیکوپتر و 5 تن از نیروهای ارتش کشته شدند. وزارت دفاع ملی در باره علت سقوط این هلیکوپتر چیزی نگفته، اما افزوده است که تحقیق و بررسی در این زمینه جریان دارد. پیش از این هم هلیکوپترهای ارتش در ولایت دیگر سقوط کرده، اما دلیل سقوط این هلیکوپترها مشکلات فنی و کهنه بودن هلیکوپترها عنوان شده است. کرزای از دولت موقت حمایت کرد. حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین میگوید ایجاد حکومت موقت میتواند زمینه دستیابی به یک توافق سیاسی میان حکومت و طالبان را فراهم کند. کرزای این گفته ها را در نشست صلح مسکو مطرح کرده است. او به عنوان عضویت هیئت افغانستان در نشست صلح مسکو به روسیه رفته است. کرزای گفته است که برای یک توافق سیاسی دو راه حل وجود دارد. یکی طالبان همراه حکومت فعلی یکجا نشود و یا یک حکومت موقت به وجود آید که زمین اشتراک طالبان را در قدرت فراهم سازد. کرزای در عین حال بیان کرده که اگر دیگر هیچ جایی نباشد حکومت موقت نیز میتواند رهگشا باشد. رئیس جمهوری پیشین تاکید کرده است که حمایت از او از حکومت موقت به هیچ عنوان به این معنا نیست که نظام کنونی قربانی شود، بلکه باید مردم در چارچوب یک نظام دموکراتیک و هم متحد شوند. این در حال است که دولت اشرف غنی ایجاد دولت موقت را نمیپذیرد و با آن با شدت مخالفت میورزد. آقای غنی همچنین از آمادگی خود برای مذاکرات درباره انتخابات و توافق بر سر تاریخ آن خبر داده و تاکید کرده است که قدرت را تنها از تاریخ انتخابات به جانشینش واگذار میکند. این گفته ها پس از آن مطرح میشود که هم امریکا و هم روسیه خواستار تشکیل دولت موقت یا انتقالی برای رسیدن به صلح شدند. در حمله طالبان بر منزل یک فرمانده خیزش مردمی در بلخ 7 نفر کشته شدند. منابع محلی در بلخ میگویند که در نتیجه حمله جنگیان طالبان بر منزل یک فرمانده نیروی خیزش مردمی در ولسوالی زاری این ولایت 7 تن به شمول یک زن کشته شده و 2 نفر زخمی شدند. رامین رمضان عضو شورای ولایتی بلخ به خبرگزاری افق گفت که جنگیان طالبان شب گذشته چهارشنبه 27 اوت در منزل احمد علی فرمانده خیزش مردمی در منطقه عبدالگان ولسوالی زاری حمله کردند که در نتیجه این فرمانده نیروی خیزش مردمی همراه با 6 تن دیگر کشته شده و 2 نفر دیگر زخمی شدند. این عضو شورای ولایتی افزود که در این رویداد یک زن نیز کشته شده است. گروه طالبان تا اکنون در این زمینه چیزی نگفته است. زاری از ولسوالی های ناامن بلخ است که گروه طالبان در نقاط مختلف آن فعالیت دارند. نشست مسکو، همزبانی ابرقدرت ها. علی موسوی تحلیل از خبرگزاری افاق. گرچه در کابل همه طرف ها به نشست که مسکو خوشبین نیستند و به عنوان فرصت برای تقویت روند صلح‌نگاه می کنند و این نگاه در میان حلقه هوادار دولت به رهبری اشرف غنی قوی تر است، اما روسیه اکنون به بازیگری مؤثر و قدرتمند در تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان تبدیل شده و نقش مهم این کشور در رویدادهای داخل افغانستان پس از شکست فاجعه بار شوروی پیشین دوباره احیا شده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که کنفرانس مسکو در این هفته پیرامون پیشبرد روند افغانستان برگزار می شود. جایگزینی مذاکرات در میان نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان نخواهد شد. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفته است که نشست مسکو برای تصدیر روند صلح افغانستان است و جایگزین برای گفتگوهای زیادی صلح در دوحه نیست.
این در حال است که قرار است نشست مسکو روز پنجشنبه هفته جاری به منظور تصویر روند صلح برگزار شود. دولت روسیه از مقامات دولت افغانستان، طالبان و کشورهای منطقه و همچنین ایالات متحده آمریکا برای حضور در این نشست دعوت کرده است. همچنین زلمه خلیلزاد، نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان نیز در این نشست اشتراک می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا انگیزه شرکت آقای خلیلزاد در نشست مسکو را هم نظری آمریکا و روسیه درباره لزوم تشکیل دولت موقت در افغانستان اعلام کرده است. این میتواند رویداد مهم و کم سابقه به حساب بیاید، زیرا ابرقدرت‌های غربی و شرقی بر ایجاد تغییر در افغانستان توافق می‌کنند که ظاهراً منافع هر دو رقیب را تأمین خواهد کرد. به همین ترتیب کنفرانس صلح مسکو هر نتیجه دیگری که ممکن است در پی داشته باشد، پیش از هر چیز این رویداد مهم است که ابرقدرت‌های متخاصم درباره مسئله پیچیده افغانستان به زبان با موضع مشترک می‌رسانند و این بسیار ارزشمند است. گرچه در کابل همه طرف‌ها به نشست مسکو خوشبین نیستند و به آن به عنوان فرصت برای تقویت صلح نگاه نمی‌کنند، و این نگاه در میان حلقه هوادار دولت به رهبری اشرف‌غنی قوی‌تر است، اما روسیه اکنون به بازیگری مؤثر و قدرتمند در تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان تبدیل شده و نقش مهم این کشور در رویدادهای داخل افغانستان پس از شکست شوروی فاجعه‌بار دوباره احیا شده است. بر بنیاد امین همر است که مسکو به بها و بدون اعتنا با واکنش کابل موضع خود را در قبال رویدادهای افغانستان، مسئله جنگ، چشم‌انداز صلح و آینده سیاسی طالبان بیان می‌کند و در این زمینه به منافع مشترک خود با دولت کنونی افغانستان توجیه ندارد. زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، اخیراً در مصاحبه جنجالی کابل را متهم به سوء استفاده از آتش بس احتمالی با طالبان برای تشدید قوای خود کرد و گفت که به همین دلیل درباره جنگ افغانستان برخلاف روندهای سنتی و کلاسیک صلح ابتدا باید توافق به دست بیاید و سپس آتش بس مستقر شود. او همچنین از تشکیل یک دولت ائتلافی انتقالی حمایت کرد. موضوع آقای کابلوف واکنش منفی کابل را نیز به همراه داشت، اما روسیه با عدم پاسخگویی به اعتراض کابل موضوع قبلی خود را باقی گذاشت و از آن عقب نشینی نکرد. این در حال است که امریکا نیز روی طرح کار میکند که تشکیل دولت موقت یا انتقالی بخش مهم و محوری از آن است. روسیه رسما درباره این طرح ابراز نظر نکرده، اما با توجه به تجهیزات بالا به نظر میرسد که مسکو هم با آن موافق است. بر این اساس نشست روز پنجشنبه در مسکو و پس از آن نشستی که با ابتکار امریکا و مدیریت سازمان ملل در آنکارا برگزار خواهد شد. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددکار همه ایتان.